دانشگاه‌های ترکیه پس از 12 سال ممنوعیت درهای خود را به روی دانشجویان محجبه باز می‌کنند. آزادی یا ممنوعیت حجاب در مکان‌های آموزشی در ترکیه یکی از موضوع‌های جنجالی در حکومت ترکیه است. هواداران آزادی پوشش اسلامی در ترکیه از آن به عنوان حق انتخاب پوشش یاد می‌کنند، اما مخالفان آن را برخلاف سکولاریسم و قانون اساسی این کشور می‌دانند. گزارشی از علی جوانمردی. حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه طبق وعده انتخاباتیش بار دیگر عزم خود را جزم کرده تا به ممنوعیت حجاب اسلامی زنان در ادارات دولتی و مراکز آموزشی پایان بخشد. تلاش‌های 2 سال پیش حزب عدالت و توسعه برای آزادی پوشش اسلامی این حزب را تا سرحد انحلال توسط دیوان عالی کشور برد، اما عدالت و توسعه از این ورطه جان به در برد. دیوان عالی کشور حزب حاکم را به تلاش برای تغییر ساختار سکولار کشور متهم کرده بود. حال بار دیگر حجاب اسلامی به موضوعی تبدیل شده که ممکن است پیامدهای غیر قابل پیشبینی داشته باشد، به ویژه که اکنون دولت اردوغان حاضر به عقب نشینی نیست و در برخی از شهرها از دختران زیر 12 سالی دبستانی که از اواسط مهر ماه با روسری به مدرسه می روند حمایت می کند. وزارت امور دیانت ترکیه از آزادی حجاب اسلامی دختران حمایت کرده است. پروفسور علی برداکوغلو وزیر امور دیانت در این باره به صدای آمریکا گفت: Diyanet İşleri Başkanlığı bir din kurumudur. İslam dininin doğru bilgisini topluma vermekle mükelleftir. İslam dininin doğru bilgisi şudur. وزارت امور دیانت یک تشکیلات دینی است. وظیفه نشر درست علوم انسانی و دینی را دارد. بینش درست اسلام آن است که پوشش و حجاب اسلامی زنان یک واجب دینی است و باید رعایت شود. این مسئله قابل بحث نیست. جزء واجبات دینی است که اسلام آن را باور دارد و رعایت می کند. زنان ترکیه بر اساس اعتقاد خود حجاب را رعایت می کنند. آزادی ایمان و عقیده لازم است مورد حمایت قرار گیرد و این مسئله به سکولاریسم ربطی ندارد. این به آزادی بستگی دارد نه به سکولاریسم. وزیر امور دیانت ترکیه نگرانی سکولارهای ترک مبنی بر تبدیل شدن تدریجی ترکیه به ایران را قبول ندارد و میگوید وضعیت دو کشور متفاوت است. اما مینک کانات کارشناس امور زنان و هوادار جدایی دین از سیاست دیدگاه متفاوتی دارد. ترکیه ایران olmayı yolunda emin adımlarla ilerliyor. گام های محکمی برای تبدیل شدن ترکیه به ایران برداشته میشه. معتقدم در ترکیه سکولاریسمی باقی نمونده. 2500 کتابخانه در برابر 100,000 مسجد. بسیار روشنه که ترکیه به چه سمت و سویی میره. تحت هیچ عنوان باور نمی‌کنم روند تبدیل شدن ترکیه به ایران متوقف بشه. ترکیه رو وارد جهنمی بدتر از ایران می‌کنند. ترکیه بو جهنمدن geçecek. در این میان هلال کاپلان دیگر کارشناس امور زنان که خود پوشش اسلامی دارد از زاویه دیگری به چالش حجاب در ترکیه مینگرد. در اصل رژیم تندرو ایران با کمالیست های ترکیه و چه تشابه داره. در ایران یک نظام اسلامی حاکمه که خودش رو مقدس فرض میکنه و با زور حجاب بر سر زنان میپوشونه. این طرف در ترکیه نظام ما هم میگه که غیر دینیه و این سکولاریسم رو مقدس و فراتر از حقوق شهروندان دانسته و با زور روسری ها رو برمیداره. یعنی نظام تندرو ایران و نظام ترکیه هرچند ظاهری جداگانه ولی ذهنیتی واحد دارن و اون هم اعمال زوره و ما مثل رژیم ایرانی. ولی خانم کرکانات حجاب در دانشگاه ها و اماکن رسمی را نه آزادی بلکه ناقض دموکراسی می داند. Türkiye'de ben türbanın kadın özgürlüğünü kısıtladığını düşünüyorum. معتقدم حجاب در ترکیه آزادی زن را محدود کرده، زیرا حجاب بین زن و مرد فرق و جدایی میندازه. استدلال‌های دینی تبعیض‌آمیزن. نمیشه دلایل دینی رو زیر سوال برد. میگن خواست خداست. ولی عدم نقد یک بینشون رو از منطق و پویایی دموکراسی و همینطور بهتر شدن دور میکنه. حجاب ناشی از تفکر دینیه و نقد نمیشه و به هر حال یک تبعیضه. این در حالی است که هلال کاپلان تلاشگر آزادی حجاب معتقد است خواست اکثریت مهم است و به نظر او بالاخره مخالفان لغو ممنوعیت حجاب به خواست زنان برای آزادی روسری تن می‌دهند. علی جوانمردی، صدای آمریکا، واشنگتن.